من زهرا میکاپ آرتیست هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز اینجا اومدم که با همدیگه راجع به لیفت کردن ابرو با ژل ابرو صحبت کنیم. تفاوت این بر صورت من با این بر صورت من کاملا مشهود هستش و شما میتونید به راحتی توی خونه با روشی که من میگم ابروهاتون رو هم لیفت کنید، هم یه حالت چشماتون رو بازتر کنید با لیفتی که برای صورتتون برای ابروهاتون انجام میدین و حالت صورتتون رو کشیده تر کنید. قشنگ کامل این برای صورت من با این برای صورت من، ببینید این ابروی من با این برای ابروی من کاملا مشهوده. پس تا آخرین ویدیو همراه من باش که جا نمونی. بزن بریم، لیتس گو. برای این کار ما باید ژل ابرو داشته باشیم. حالا هر ژل ابرویی که داشته باشین خیلی مهم نیست. یه ژل ابرو حالا به حالت کاسه ای یا ژل ابرویی هستن که تو حالت ریملی هستن، اونا رو هم میتونید استفاده کنید، ولی اینا قدرت جذبش بیشتره و بهتر لیفت میکنه. اینکه باید یه اسپولی داشته باشین که کمکتون کنه که بتونید راحتتر ابروهاتون رو لیفت کنید. برای اینکه ابروهاتون رو لیفت کنید ترجیحاً زمانی که شما میکاپ ندارین این کار انجام بدین، ولی یه نکته داره که حتما مراقبت کنید که زمانی که دارین کرم پودر میزنید روی ابروهاتون به هیچ عنوان نزنید، چون خیلی کدر و کثیف میشه و جلوه خیلی قشنگی نداره. پس این یه نکته است که حتما باید رعایت کنید. دومین نکته هم اینه که اگر دیدین ژل زدین و یه لابلای ابروهاتون خالی هست و اینا، حالا میتونید یا با سایه یا با آکوایی که دارین تو خونه یا حالا با هر مدادی چیزی داخلش رو یه مقدار پر کنید. سعی کنید قبل از این که کرم پودر بزنید ژل ابروتون رو بزنید. اگر نه یادتون رفت به هر دلیلی خواستین که بعد از میکاپ این کار بکنید، حتما با یه گوش باکن ابروهاتون رو کامل تمیز کنید و بعد ژل ابروتون رو بزنید. یه مقدار با سر اسپولیتون ژل ابروتون رو بردارین به این شکل، خب، و بعد ابروتون رو میام جلو که بهتر ببینید. ابروتون رو به سمت پایین با ژل ابروتون، اجازه بدید من از آینه کمک بگیرم، با ژل ابروتون ابروتون رو به سمت پایین به این شکلی که من دارم شونه میزنم شونه کنید. میتونید ابروهاتون رو بردارین، میتونم نه، ابروهاتون همون چیزی که هست هیچ مشکلی نداره. و بعد دوباره به سمت بالا به این شکل ابروتون رو لیفت کنید. حالا من خودم ابروام ابروی امام خمینی انقدر بلنده. یک مقدار دیگه از ژل ابروم بر میدارم و به این شکل شونه میزنم. بعد از اینکه این کارو کردین از انتهای اسپولیتون کمک بگیرین و فیکسش کنید و بعد از اسپولیتون کمک بگیرین و به این شکل شونش بزنید. اینجا هم همینطور. میبینید یه ابروی خیلی در انتهای ابروی خیلی خوبی خواهید داشت. حالا من اینجا یه ذره سایه افتاده که جور بگیرم کامل ببینید. میبینید تفاوت ابروهام رو کامل میتونید ببینید. بعد لیفت میکنه کامل چهرهتون رو، اصلا باز میکنه، خیلی حالت خوبی به صورتتون میده لیفت کردن ابرو. حالا میخوام داخل ابروهام رو که جاهایی که خالیه رو با سایه ابرو پر کنم. از یه سایه قهوه‌ای رنگ استفاده میکنم و جاهایی که خالیه رو به این شکل
پر میکنم. میبینید؟ قشنگ فرقش مشخص شد. خب یعنی این برای صورتم، این برای ابروم کاملا پر و خوشحالت تر شد. حالا این برای یه ذره مونده که مثلا اون فرم رو بگیره. پس این برای ابروم هم سایه بزنم جاهایی که خالیه رو به حالت ضربه و پرتابی سایه میزنم. حالا میتونید هم سایه بزنید، هم این که گفتم بهتون، هم میتونید از حالا یا آکوای ابرو استفاده کنید یا مدادی که دارین و استفاده میکنید. اینم از انتهای کار. امیدوارم که این آموزش رو کلی دوست داشته باشین. اگر این آموزش رو دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستین. مرسی که منو لایک میکنی و اگه منو سابسکرایب نداری منو سابسکرایب کن، چون کلی تکنیکای آموزشی آرایشی بهتون یاد میدم. همینطور در کنارش ماسکای حرفه‌ای برای مو، برای کلاتین کردن مو توی خونه و کلی نکته های آموزشی ماسک صورت و اینا آموزش میدم. خیلی دوستتون دارم. با امید روزای خیلی خوب. خوشحال میشم که به جمع من بپیوندید. دوستتون دارم. با امید روزای خیلی خوب. خدافظ.